سلام، خوش اومدیم به یه ویدیوی دیگه از رادیو آف ساید. من مرتضی هستم و خب من توی یه ویدیوی دیگه تیم‌های گروه‌های A تا C رقابت‌های یورو 2020 رو بررسی کردم و اونجا بهتون قول دادم که برمیگردم و این بار تیم‌های گروه‌های D تا F رو بررسی می‌کنم و خب اینجا به قولم عمل کردم. قبل از اینکه بریم سراغ تیم‌های گروه‌های D تا F می‌خوام ازتون خواهش کنم اگر که کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب نکردین این کار رو انجام بدین. در انتهای این ویدیو اگر که مطالبشو پسندیدین لایک بکنین و نظراتتون هم تو قسمت کامنت ها از ما دریغ نکنین. خب بریم سراغ گروه دی. اولین تیم از گروه دی که میخوام در موردش صحبت بکنم کرواسیه که 13 تیم جوان این تورنمنتن و 5 تیمن از نظر سابقه بازی ملی، میانگین بازی ملی. تیمیان که با هم خیلی بازی کردن و تجربه خوبی دارن. کرواسی تو رقابت‌های جام جهانی دوره قبلی شگفتی ساز بود تا به فینال رسید، ولی از اون ترکیب و از اون مجموعه‌ای که تو جام جهانی 2018 حضور داشت 11 تا بازیکن جدا شدن و از مهم‌ترین‌هاشون میتونیم دنیل سوباسیچ رو نام ببریم، دروازه‌بان، وردون چورلیوکا تو خط دفاع، ایوان راکیتیش تو خط میانی و ماریو مانزوکیش تو خط حمله. ولی خب فرم بازیشون تغییری نکرده، همون استایل قبلی رو دارن و 4-3-3 بازی میکنه کرواسی دالیچ. تو مسابقات یورو 2020 احتمالاً خط دفاعی تغییر چندانی نخواهد کرد نسبت به خط دفاعی که تو مسابقات جام جهانی 2018 استفاده شده بود. ورسالیکو، لوورن و بیدا حضور خواهند داشت و فقط تو پست دفاع چپ برنو باریسیچ اضافه شده به ترکیب. توی خط میانی احتمال زیاد مودریچ و باروزوویچ مهرهای اصلی خواهند بود و حضور خواهند داشت، ولی با خداحافظی راکیتیچ از فوتبال جواز شده برای نیکو ولاسیچ، بازیکن 23 ساله و جوان زسکا مسکو، که بیاد و به عنوان نفر سوم به خط میانه کرواسی اضافه بشه. نکته مهم دیگه ای که داره این کرواسی اینه که توی خط حمله مهاجم هدفش رو کی قرار میده. گزینه‌هایی که داره دالیچ، کراماریچ و پتکوویچ. پتکوویچ بازیکنیه که دوست داره برگرده عقب، تو فضای بین خطوط حضور داشته باشه، توپگیری بکنه، دخیل باشه توی بازی، قابلیت حفظ و حمله توپ خوبی داره، خطا خوب میتونه بگیره. از این لحاظا بهتر از کراماریچ، ولی یه مشکلی که داره اینه که به اندازه کراماریچ گلزن نیست. کراماریچ 25 گل زده تو فصل قبل در حالی که پتکوویچ 14 گل. حالا بر اساس اینکه کدوم یکی از این دو تا باشن، سبک حمله کرواسی متفاوت خواهد بود. یه نکته دیگه ای که هست اینه که دالیچ بعد از نتایج ضعیفی که جلوی پرتغال و فرانسه گرفت و رقابت‌های لیگ ملت‌ها خیلی تحت نقد قرار گرفته بود از داخل کرواسی و احتمالش هست که اگه نتونه نتیجه خوبی بگیره تو این رقابت‌های یورو خودش کناره گیری کنه از سمتش و تبدیل بشه به دومی مربی تاریخ فوتبال کرواسی، که خب تاریخ خیلی زیادی هم نیست که خودش به کناره گیری کرده و اخراج به جای اینکه اخراج بشه. بریم سراغ تیم بعدی، جمهوری چک. جمهوری چک تیم دهم از نظر میانگین سنی، دهمین تیم جوونه و تیم 22 از نظر میانگین بازی‌های ملی. خیلی تجربه ملی بازیکن‌هاش ندارن، ولی از نظر بازیکنایی که توی سالهای پیکشون هستن 24 تا 29 سال سومین تیمن با 17 بازیکن توی با این پروفایل. چک به احتمال زیاد با یه 4-2-3 که خیلی منظم بازی میکنه و اون دوتا بازیکن توی خط میانی سوچک و کرال خواهند بود و برنامه‌شون اینه که بازی سازی از عقب انجام بدن، توپ رو بعد ببرن به کناره ها و بعد حالا با اوورلود و تحرکی که بازیکن‌ها دارن بتونن موقعیت خلق بکنن. خیلی تیم پرستاره‌ای نیستن توی این تورنمنت، ولی انسجام تیمی فوق‌العاده‌ای دارن و همینطور دوندگی خیلی بالایی هم داره این تیم ملی چک و اگه روز خوبشون باشه میتونن تیمای قوی رو هم شکست بدن، کما اینکه تو مرحله مقدماتی و انتخابی همین یورو انگلیس رو تونستن شکست بدن و همینطور تو مرحله مقدماتی جام جهانی هم یه مساوی گرفتن جلوی بلژیک تو روزی که خیلی خوب بازی کردن و حتی میتونستن مستحق برد باشن. یکی از مشکلاتی که یاروسلاو سیلهاوی داره، سرمربی تیم ملی چک، اینه که اندرای کودلا بعد از اون اتفاقایی که تو بازی رینجرز افتاد و 10 محروم شد به خاطر رفتارهای نجات پرستانه ای که داشت، الان توی خط دفاعی نمیدونه کیو بذاره. اگر که کودلا بود انتخاب اول سیلهاوی بود، ولی حالا که نیست احتمالاً اندرای سلوتسکا رو بذاره. سلوتسکایی که بازیکن اسپارتا پراگ تو مرحله انتخابی یورو خوب بوده برای تیم ملی چک، ولی بعد از این مصدومیتی که پیدا کرده افت کرده و بازی خوبی هم تو اسپارتا نداشته، چند تا بازی هم بوده که سوتی‌های بدی داده.
یه نکته جالب دیگه ای که این تیم ملی چک داره، بازیکن 18 سالشون آدام لوزکه که آمار خیلی خوبی داره تو لیگ، تو سطح اول فوتبال باشگاهی چک، میانگین 1.25 صدام گل و پاس گل در هر 90 دقیقه که آمار خیلی خوبیه و به احتمال زیاد این تابستون بیشتر ازش میشنویم و ترانسفر میشه. بریم سراغ تیم بعدی این گروه، انگلستان. انگلستان همونطوری که تو ویدیوی قبلی گفتم دومین تیم جوونه این رقابت هاست بعد از ترکیه، با 24.8 سال میانگین سنی و از نظر میانگین بازی‌های ملی هم تیم 21. اونا فقط 3 تا بازیکن 30 سال به بالا دارن، کایل واکر، کیرن ترپیه و جوردن هندرسون، و بعد از ترکیه از این لحاظ آمار از این لحاظ رکورد دارن تو رقابت یورو. و خب همه اینا نشون دهنده این که چقدر ترکیب جوانی دارن. این نکته خیلی جالب و خوبی که داره این تیم ملی انگلیس برای هواداراش به خصوص میتونه امیدوار کننده باشه اینه که بازیکنایی دارن که میتونن تو پست‌های مختلف بازی بکنن و تنوع پستی دارن یه جورایی. مثلا مثالشو میتونیم فیل فودن رو بیاریم که اگرچه اسمن یه هافبک بازیکن خط میانی حساب میشه ولی میتونه توی 4-3-3 به عنوان وینگر بازی کنه یا توی 4-2-3-1 به عنوان هافبک کناری بازی بکنه. یا از اون طرف ریس جیمز رو دارن که دیدیم توی چلسی هم به عنوان فولبک بازی کرده، هم به عنوان وینگ بک بازی کرده تو سمت راست، هم به عنوان تو دفاع سه نفره به عنوان دفاع نفر سوم سمت راست بازی کرده. یا تریپیر رو داریم که پست مورد علاقش احتمالاً دفاع راسته ولی میتونه ازش ساوتگیت توی دفاع چپ هم استفاده بکنه. باید انتظار داشته باشیم که انگلستان تو بازی‌های سخت‌تر 3-4-3 بازی کنه، ولی تو بازی‌هایی که احتمالاً مالکیت بیشتری دارن و بازی ساده‌تری هستن 4-3-3 بازی کنن. اینکه چه بازیکن‌هایی قرار ترکیب اصلی باشن هنوز مورد بحث تو خود انگلیس و هوادارا خیلی در موردش بحث دارن، خیلی معلوم نیست فقط این نیست. تیم ملی انگلیس دیگه اون تیم ملی انگلیسی که خیلی وابسته به ضربات ایستگاهی بود توی جام جهانی نیست، سعی میکنن فوتبال مالکانه تری رو نشون بدن، به خصوص که ساوتگیت شروع کرده 4-3-3 رو، ترکیب 4-3-3 رو امتحان کردن. توی رقابت‌های لیگ ملت‌ها خیلی جواب نداد این ترکیب 4-3-3، ولی توی رقابت‌های مقدماتی جام جهانی اخیراً جواب داده ترکیب 4-3-3. خب ساوتگیت به نظر میاد که دنبال اینه که روند موفقیت سانتوس و دشان رو توی تیم ملی فرانسه و پرتغال دنبال کنه. اگه نگاه کنیم دوتا تورنمنت ملی مهم سالهای اخیر بودن و هر دوتا تیم، یعنی هم فرانسه هم پرتغال، خیلی بازیهای جذابی رو انجام نمیدادن و میرفتن برای اینکه نتیجه رو بگیرن فقط، و به همین دلیل احتمالش هست که تو بیشتر بازیها 3-4-3 انگلیس رو ببینیم، به خصوص که ساوتگیت دنبال اینه که بتونه نتیجه رو هم بگیره و خودش رو ثابت بکنه. تیم بعدی این گروه تیم ملی اسکاتلند. تیم ملی اسکاتلند نهمین تیم جوون این رقابت هاست ولی آخرین تیم از نظر میانگین بازی‌های ملی، کمترین میانگین بازی‌های ملی دارن، کمترین تجربه ملی رو دارن بازیکناش. و کریگ گوردون با تجربه ترین بازیکن ملیشونه با 56 تا بازی ملی. اینو مقایسه کنین با 50.6 میانگین بازی ملی که تیم ملی بلژیک داشت و این بهتون نشون میده که این فاکتور تجربه برای اسکاتلند کجا قرار میگیره. احتمال زیاد استیو کلارک یه ترکیب 5-3-2 رو استفاده بکنه و حتی تو بازیایی که جلوی تیمای سخت در قرار بگیرن ممکنه که یه دونه مهاجم رو هم کمتر بکنه و 4 تا هافبک بذاره تو زمین که دوتاشون هافبک های دفاعی تر باشه. قسمت اصلی حمله تیم ملی اسکاتلند از سمت چپشون میاد، جایی که اندی رابرتسون رو دارن و همینطور کیرن تیرنی که حالا اسمن روی لیست کیرن تیرنی رو شاید به عنوان دفاع وسط چپ ببینین ولی خیلی رو به جلو حرکت میکنه و تو بازی هم که جلوی جزایر فارو داشتن و 4-0 بردن 3 تا پاس گل داد، یعنی از اون سمت چپ خیلی خطرناکن. کلارک تا تابستون سال دیگه قرارداد داره با فدراسیون فوتبال اسکاتلند و به احتمال زیاد باشه ادامه همکاری میدن فارغ از نتیجه‌ای که بگیرن، به خاطر اینکه از سال 1998 که تو جام جهانی اسکاتلند حضور داشته این اولین باره که توی تورنمنت ملی مهم دوباره میتونن حضور پیدا کنن و کار مهمی رو کرده برای تیم ملیش. بریم سراغ گروه بعدی، گروه ای. این گروه رو با بررسی لهستان میخوایم شروع کنیم. لهستان 7 ترکیب جوان رقابت رو داره و 11 تیمن
از نظر میانگین بازی‌های ملی. پائولو سوسا خیلی اخیراً به عنوان سرمربی لهستان انتخاب شده 21 ژانویه 2021 و فقط 5 تا بازی سرمربی تیم بوده و یه سیستم هیبرید استفاده میکنه که 4-4-2 که تو فاز حمله سه دفاعه میشن ولی تو فاز دفاع 4-4-2 خطی هستن. یه نکته‌ای که دارن که تو اون اولین بازی که جلوی مجارستان انجام دادن، با وجود اینکه حتی فقط 3 تا جلسه تمرین کرده بود با تیم ملی لهستان سوسا، این ترکیب هیبریدی که گفتم و نشون داد. به خصوص نقش بارتوش برژینسکی سمپدوریا مهم بود که بین فولبک راست و دفاع وسط راست تغییر پوزیشن میداد بر اساس اینکه فاز تیم توی حمله است یا توی دفاع. یه کار دیگه ای که تو اوایل حضورش کرده بود سوسا این بود که از سه تا مهره تهاجمیشون همزمان استفاده کرده بود، کاری که کمتر انجام داده بودن مربیای سابق لهستان، یعنی آرکادیوش میلیک، پیانتک و لواندوفسکی رو همزمان تو بازی که جلوی آندورا انجام داده بودن گذاشته بود تو ترکیب، ولی متاسفانه برای تیم لهستان نه میلیک نه پیانتک به این رقابت‌ها نرسیدن به دلیل مصدومیت و احتمالش هست که دوتا شماره 10 استفاده کنه در کنار لواندوفسکی. برای حمایت از لواندوفسکی پیوت زیلنسکی به نظر میرسه که یکی از گزینه‌های قطعی تره، ولی از اون طرف هم جاکوب سویرچوکو داره هم کمیل سویدرسکی که باید دید این دوتا مهاجم ذخیره‌ای داره کدومو میذاره توی زمین توی اون 4-4-2 که استفاده خواهد کرد. ستاره لهستان، بازیکنی که خیلی محبوبه تو خود کشور لهستان، روبرت لواندوفسکیه که با آمار خیره کننده میانگین 1.5 گل در 90 دقیقه تو بوندسلیگا این فصل تونست رکورد گرد مولر رو هم جابجا کنه توی بایرن مونیخ و همه چشم لهستانی ها به اون خیره خواهد بود. تیم بعدی این گروه که میخوام در موردش صحبت بکنم اسلوواکیه. اسلوواکی که سرمربیش استوان تارکوویچه، میانگین سنیشون 27.8، 22مین تیم جوانن، تیم مسنی دارن و ششمین تیمن از نظر میانگین بازیهای ملی. تارکوویچ درست قبل از بازی پلی آف انتخابی یورو جلوی ایرلند شمالی انتخاب شده به عنوان سرمربی اسلوواکی، خیلی برای همین فرصت نداشته که با این تیم بتونه آزمون رو خطا بکنه و هنوز تو اون فاز اینه که پیدا بکنه ترکیب اصلیش چیه و خب اون موقعی هم که گذاشتنش بعد از بازی برای بازی مقابل ایرلند شمالی به عنوان سرمربی گذاشتنش باید نتیجه میگرفت و به خاطر اینکه بازی مرگ و زندگی بود خیلی حساسیتش اگه میباختن نمیرسیدن به رقابت های یورو و همین باعث شده که نتیجه گرایی رو بیشتر ببینیم توی کارهایی که انجام میده. و کلن هم تیم ملی اسلوواکی از بعد از اینکه برای رقابت های جام جهانی 2018 انتخاب شدن تونستن صعود کنن به اون رقابت ها، دارن در حال پوست انداختن هم و این نسل جدید داره میاد و همه اینا باعث شده که هنوز اون ترکیب و اون مهره هایی که به نظر میرسه بهترینن جا نیفتاده باشه. ولی به نظر میرسه که تارکوویچ یه هیبریدی، یه ترکیبی بین 4-2-3-1 و 4-3-3 استفاده خواهد کرد. یه مشکلی که خیلی اذیت کرده این سالهای اخیر اسلوواکی رو این بوده که بازنشستگی ویتک و خداحافظیش از فوتبال یکم کارشون رو سخت کرده. تو رابرت ویتک که خداحافظی کرده کارشون رو سخت کرده تو پیدا کردن مهاجم هدف، ولی خب اخیراً رابرت بوزنیک ستاره جوونیه که از لیگ اسلوواکی هم ترانسفر شده به فاینورد، خوب گلزنی کرده برای تیمشون. بوزنیک اگه حالا نباشه یا بازیایی باشه که مربی نیاز ببینه که لازم دارن دفاعی بازی کنن، ترکیب ممکنه حتی تبدیل بشه به 4-6-0، 4-6-0 که توش ماره کمشیک یا آندری دودا آزادی عملی بیشتری دارن و یه جورایی به عنوان نوه کاذب بازی میکنن. حتی بعضی موقع ممکنه که هم دودا هم همشیک رو کنار هم بذاره، اگه اون 4-6-0 رو اضافه بکنه این اجازه رو بهش میده و این توانو بهش میده که از هر دوی این بازیکن‌ها همزمان بتونه استفاده بکنه. یه مشکلی که اسلوواکی داره اینه که جلوی تیمای کوچکتر و وقتی که لازمه که مالکیت توپ باشن و خودشون بازی سازی بکنن خیلی خوب نیستن. تو بازیایی که بعد عقب بشینن و دل ببندن به ضد حمله خوبن، مشکلی ندارن، ولی تو بازیایی که مالکیت دارن و بعد خودشون خلق موقعیت انجام بدن کارشون سخته و این رو توی دو تا بازی اخیرشون تو رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 جلوی قبرس و مالت دیدیم که هر دو رو مساوی کردن، که خب البته همشیک هم تو این بازی‌ها نبود. تیم دیگه این گروه اسپانیاست. اسپانیایی که پنجمین تیم جوان این تورنمنت و 19مین تیم از نظر میانگین بازی‌های ملی.
چند تا نکته عجیب غریب داشت اعلام لیست تیم ملی اسپانیا. اول اینکه انریکه تصمیم گرفته بود که تنها مربی باشه که کمتر از اون 26 نفری که ماکسیمومه و بیشینه تعداد بازیکنایی که میتونه دعوت کنه برای این تورنمنت دعوت کرده بود، از همه 26 تا استفاده نکرد. و نکته دیگه‌ش هم این بود که از هیچ بازیکنی از رئال مادرید استفاده نکرد، ترکیبش هیچ بازیکنی از رئال مادرید رو دعوت نکرده. و خب یکم عجیبه اونم برای اسپانیایی که از بعد از اون قهرمانی یورو 2012 نتونستن از مرحله اول حذفی هیچ تورنمنت ملی رد بشن، و خب شاید اون تجربه بازیکنای رئال میتونست کمکشون بکنه. به جای کاپیتان سرژیو راموس توی این تورنمنت آیمریک لاپورت رو خواهیم دید. لاپورت یه تصمیم جالبم گرفت و تیم ملی فرانسه رو کنار گذاشت و تصمیم گرفت که به جای بازی برای تیم ملی فرانسه برای تیم ملی اسپانیا بازی کنه. ملیتش رو تو بازی ملی تغییر داد. انریکه ترکیبای مختلفی رو امتحان کرده، 4-3-3، 3-4-3، 4-2-3-1، ولی احتمال زیاد 4-3-3 رو استفاده خواهد کرد، ترکیبی که باش راحت تره با توجه به اینکه دوست داره فوتبال مالکانه رو انجام بده با حفظ توپ بالا. 4-3-3 ترکیبیه که بیشتر به درد انریکه احتمال زیاد خواهد خورد. جوردی آلبا با وجود تو خط دفاع، با وجود حالا مشکلات شخصی که داشته با انریکه، احتمال زیاد توی ترکیب قرار خواهد گرفت در غیاب راموس و اون بار تجربه‌ای که داره. احتمالاً آسپیلیکوئتا رو که دعوت کرده بذاره تو ترکیب که بتونه تجربه رو تزریق کنه به تیم. فصل خوبی هم داشت آسپیلیکوئتا با چلسی و احتمال زیاد مارکوس یورنت هم که فصل خوبی با اتلتیکو داشته رو ببینیم توی ترکیب خط دفاعی تیم ملی اسپانیا. توی خط میانی بوسکتس یکی از مهره‌های خیلی مهمه تیم ملی خواهد بود، به خصوص توی قلب خط میانی، حالا به عنوان بیس خط میانی. البته مشکلی که داره بوسکتس اینه که تست کوویدش مثبت شده و بازی اول رو حداقل از دست خواهد داد. حالا تا ببینیم تست میتونه تستش منفی بشه برای بازی بعدی یا نه. تییاگو یکی از مهره‌هاییه که روش حساب خواهند کرد. رودری بازیکنیه که احتمالاً به این تورنمنت به چشم موقعیتی که بتونه بالاخره خودش رو تو ترکیب تیم ملی جا بندازه و یه تورنمنت ملی خوب داشته باشه نگاه خواهد کرد. از اون طرف پدری جوونو دارن و کوکی که با اتلتیکو خوب نتیجه گرفته این فصلا و خوب بازی کرده توی اتلتیکو. بریم سراغ تیم آخری که از این گروه بررسی خواهیم کرد، تیم ملی سوئد. 23 تیم جوان این گروه هن، یعنی میشن دومین تیم مسن، نه این گروه 23 تیم جوان این تورنمنت هن، دومین تیم مسن. و از نظر میانگین بازی های ملی هم چهارم هن. خیلی تیم با تجربه ای دارن. یان اندرسون سوئد 4-4-2 رو ترجیح میده، ترکیب مورد علاقه 4-4-2، 4-4-2 که بعضا تو فاز دفاعی جلوی تیمای بزرگتر و قوی تر خط دفاعی تبدیل میشه به دفاع 6 نفره و برای همین هم وینگرایی رو دوست داره بذاره توی اون ترکیب 4-4-2 که هم توی حمله خوبن هم قابلیت اینو دارن که برگردن و تو کارهای دفاعی کمک کنن به تیم، و همین باعث میشه که شاید خیلی وقتا به یکی مثل کلوشفسکی بازی نرسه و کیس بهتری باشه برای سباستین لارسن که بخواد استفادهش بکنه. حتی بازیکنهای خط حمله شون، مهاجماشون هم بازیکنهایی هن که برمیگردن و مثال خیلی بارزش الکساندر ایزاکه که خیلی قابلیت دفاعی خوبی هم نشون داده تو به خصوص مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 و خیلی از چشم هم به دنبالشه توی این تورنمنت که ببینیم میدرخشه یا نه. احتمال زیاد توی پست خط حمله با توجه به اینکه زلاتان هم مصدوم شد و از دستش دادن مارکوس برگ رو استفاده میکنه، ولی خب سوالات در مورد ترکیب سوئد زیاده. اینکه زوج لیندلوف توی دفاع کی خواهد بود، اینکه آیا سباستین لارسن هنوز استفاده میکنه برای پوشش دادن فضای سمت راست، یا اکدال با وجود اینکه تازه از مصدومیت برگشته رو برمیگردونه به تیم، اینه که سوال زیاد. این یه نکته دیگه هم که داره این تستای مثبت شده کووید 19 تیم ملی سوئد. سوئدی ها کولوشفسکی رو نخواهند داشت حداقل تو بازی اول جلوی اسپانیا، و معلوم شده که ماتیاس اسوانبرگ هم تستش مثبت شده، ولی امیدوارن که بازی دومشون جلوی اسلوواکی برسن این دو تا بازیکن. یه نکته جالب دیگه ای داره، اگر که هوادار یونایتد یا بارسا باشید، یه بازیکنی بود که این مدت تو باشگاه اروپا فکر کنم یه مدت توی سلتیک هم بود، بین تیمای مختلف جابجا میشد، خیلی آچار فرانسه بود، میومد گلزنی میکرد تیم رو راه مینداخت، هنریک لارسن. من خیلی دوستش داشتم و الان پسرش
جردن لارسن که 15 تا گل هم زده برای اسپارتا که مسکو تو رقابت‌های باشگاهی دعوت شده به تیم ملی. تو خود سوئد یه بحث دائمی هست در مورد اینکه آیا اندرسون مربی خوبیه یا نه، و اینکه خیلی همه میگن که انتخاباش محافظه‌کارانه است. همین که گفتم ترجیحش اینه که مثلا کولوشفسکی رو نذاره یا مثلا فورشبرگ رو نذاره، بازیکنایی رو بذاره که اینا قابلیت دفاعی بیشتری داشته باشن بتونن برگردن دفاع کنن، ولی کاملا حمایت فدراسیون فوتبال سوئد رو داره و دو بارم تا حالا قراردادش رو تمدید کردن که آخرش هم می سال 2020 بوده. بریم سراغ گروه F. گروه Fی که گروه مرگ این تورنمنت، قطعا خیلی گروه سختیه، نه تنها تیمایی که توشن خیلی سختن، بلکه یه مشکلی هم تو این گروه آخر بودن هست، اینه که الان تیم دوم این گروه احتمال زیاد میخوره به انگلیس که خب بازی سختی خواهد بود، تیم اول گروه هم میخوره به تیم دوم گروه A که خب اون تیم دوم گروه A مرحله گروهی رو 3 روز زودتر از گروه F تموم کرده و 3 روز استراحت بیشتر داره. علاوه بر اینکه تیمای سختی هستن، تو مرحله حسمی هم کار سختی دارن تیمایی که از این گروه میرن بالا. تیم اولی که از این گروه میخوایم بررسی کنیم فرانسه است، 14مین تیم جوونن و از نظر میانگین بازی‌های ملی هم سومی هستن. خب فرانسه خیلی ترکیب خوبی داره، از نظر بازیکنایی که دارن فوق‌العاده‌ن، از نظر تکنیکی بازیکن‌ها فقط کافی حتی به تیم ملیشون و به تیم زیر 21 سالشون نگاه کنین تا ببینین چقدر بازیکنای با کیفیت دارن. دشام احتمال زیاد همون ترکیبی که تو جام جهانی 4-2-3 که تو جام جهانی 2018 استفاده کرد استفاده خواهد کرد و حتی 8 تا از بازیکنانی که توی فینال جام جهانی 2018 بازی کردن احتمالاً توی ترکیب اصلیش خواهند بود. یک 4-2-3 نامتقارن که توی اون هافبک سمت چپ میاد وسط‌تر و خیلی عرض نمیده به بازیش، خیلی کم عرض‌تر بازی میکنه و از اون طرف توی سمت راست خیلی وابستن به سرعت فوق‌العاده کیلیان امباپه. احتمالاً اون هافک سمت چپ و نقشش رو رابیو بازی خواهد کرد، قبلا ماتویدی نقش رو داشت و خب به عنوان ذخیره رابیو هم تولیسو رو هم دارن که خب تولیسو قبلا به عنوان جانشین ماتویدی هم بود. تو پست شماره 10 گریزمان بازیکنیه که حضورش تقریبا قطعیه. توی 47 بازی آخری که تیم ملی فرانسه انجام داده تو همه بازی‌هاش آنتوان گریزمان حضور داشته. توی خط میانی پوگبا و کانتر رو دارن، پوگبایی که احتمالاً یکم نقشش و بازیش محافظه‌کارانه تر خواهد بود نسبت به نقشی که تو باشگاهش انجام میده منچستر یونایتد، و کانته هم که از یه فصل خیلی خوب با چلسی داره برمیگرده. خط دفاعیشون یکی از بهترین خط دفاعی های این تورنمنت، کیمپمبه رو دارن در کنارش وارانه. کیمپمبه جایگزین امتیتی شده و دوتا فولبک های بایرن رو هم دارن، جامین پاور و لوکا هرناندز، که هم توی دفاع خوبن هم توی حمله. هر 4 تا بازیکن هم قد و قامت خیلی خوبی دارن، همه 6 فوت قد دارن. تازه به اینا پوگبا، رابیو و بنزما رو هم اضافه کنین، اینا هم بازیکنای بلند قدی هستن و باعث میشه که فرانسه حتی توی ضربات ایستگاهی هم خیلی خطرناک باشه. و خب می‌دونیم توی همچین تورنمنتایی بعضی جاها که بازی گیر میکنه و سخت میشه، به خصوص تو مرحله حذفی، استفاده از ریباندها و این ضربات ایستگاهی خیلی مهم میشه و فرانسه این قابلیت رو هم داره. تیم بعدی این گروه که میخوام در موردش صحبت بکنم آلمانه. آلمانی که برای خیلی هنوز سواله که آیا میجنگن برای اینکه تورنمنت خوبی داشته باشن یا نه، به خصوص که خبر و حرف و حدیث هم خیلی زیاد بوده حاشیه دور و برشون و چند سالی هم هست که خوب نتیجه نمیگیرن، ولی با همه این وجود بازیکنهای خیلی با تکنیک بالا دارن، به خصوص توی خط میانی. توی این 2 سال اخیر لوف خیلی تلاش کرده که آزمون رو خطا بکنه، یه مدت یه 3-4-3 استفاده میکرد که 3-4-3 جواب نداد، ولی به نظر میرسه که احتمالش هست که برگرده به اون 4-3-3 که همیشه استفاده میکنه و حتی اگر که بخواد موله رو بذاره تو ترکیب 4-2-3-1. مشکل فولبک داره لوف، اصلا از زمانی که فیلیپ لام خداحافظی کرد، حتی قبلتر از خداحافظی فیلیپ لام، یه مدتی فیلیپ لام رو تو وسط زمین استفاده میکرد، مشکل فولبک همیشه داشته لوف و احتمالاً جاشو کیمیشو استفاده خواهد کرد توی پست فول بک راست، که اگرچه خب این
بحث همیشه هست که کیمیش تو خط میانی بهتره یا فول بک راست، و من خودم اسم میگم که تو خط میانی بهتره، ولی با توجه به اینکه خیلی بازیکن داره تو خط میانی ولی تو فول بک راست خیلی گزینه نداره، استفاده از کیمیش توی اون پست به نظر منطقی میاد. توی خط دفاع به جز حالا اون فول بک ها، هوملز رو دعوت کرده دوباره به تیم ملی که احتمالاً در کنار آنتونیو رودیگر قرار خواهد گرفت. توی خط میانی سه تا بازیکن خیلی خوب دارن، تونی کروس، ایلکای گوندوگان و لیون گورتسکا، همه بازیکن‌های فوق‌العاده‌ای هستن و شاید یکی از بهترین سگانه‌های خط میانی این تورنمنت باشن، ولی خب تو سال‌های اخیر دیدیم که آلمان یکم کند بودن توی خط میانی و جریان دادن به بازی. حالا بعدی تو این تورنمنت بهتر کار می‌کنن، ستاین اسمن فوق‌العاده‌ن. توی خط حمله هم باید دید از بین این گزینه‌هایی که داره کدوم ستاره رو انتخاب می‌کنه. لیروی سانه‌ای که می‌تونه عرض بده به بازی، سرعت فوق‌العاده‌ای داره، ورنری هم که سرعت فوق‌العاده‌ای داره و می‌تونه فرارهای خیلی خوبی انجام بده پشت مدافع، مولری که شناختش از فضاها فوق‌العاده است، و نابری که یه آمار گلزنی خیلی عجیب غریبی داره برای تیم ملی، تو 20 تا بازی که انجام داده تو سطح ملی 15 تا گل زده. همه بازیکنهای خیلی فوق‌العاده‌ای هستن، ولی هنوز اون ستایی که باید رو پیدا نکرده لو و اونجوری که باید توی سطح ملی جواب ندادن سه بازیکن. تیم بعدی که توی این گروه میخوام در موردش صحبت بکنم مجارستان. مجارستان 21مین ترکیب جوان این رقابت رو داره و 23مین تیم از نظر بازی‌های ملی، و خب یکم تجربهشون کمه با وجود اینکه میانگین سنی کمی ندارن، ولی تجربه بازی ملیشون کمه. یه نکته مهم و مثبتی که هست برای مجارستان این که دوتا بازی اول جلوی پرتغال و فرانسه رو تو خونه انجام میدن و حتی احتمالش هست که بتونن بازی جلوی فرانسه رو با 100% ظرفیت ممکن تو پوشکاش آرنا انجام بدن، و بعد از اون حالا باید به مونیخ سفر کنن بازی آخر جلوی آلمان انجام بدن. بعد دید استفاده میکنن از این مزیت میزبانی یا اینکه نه. سرمربیشون مارکو روسی با ترکیبای مختلفی رو امتحان کرده، ولی به نظر میرسه که حالا با توجه تو که توی گروه خیلی سختی هم قرار گرفتن، سه دفعه بچینه 3-5-2 و 3-5-2 که حتی تبدیل بشه به 5 تا دفاع تو بعضی مواقع، و به نظر نمیاد که بخواد ریسک بکنه کار دیگه ای انجام بده. خب مجارستان نماینده زیاد داره توی آر بی لایپزیگ، هم دروازه‌بانشون پیتر گولاشی، هم دفاع وسط ویلی اوربان، ولی شاید بزرگترین ضربه‌ای که مجارستان خورده مصدومیت یه بازیکن دیگه لایپزیگ نیست، ولی آر بی، اونم سوبوسلایه که نمیرسه به این تورنمنت یورو. تو خط حمله هم آدام سالایو دارن که کمک این قابلیت رو میده به تیم ملی مجارستان که بتونن مستقیم بازی بکنن از دفاع، و در کنار آدام سالای رولند سالای هست که اون هم میتونه فرارای خوبی انجام بده بعد از اینکه بازی مستقیم کردن، و حالا روی توپای دومه که میرسه به آدام سالای، رولند سالای میتونه فرارای خوبی انجام بده. برسیم به آخرین تیمی که بررسی خواهیم کرد، تیم ملی پرتغال، مدافع عنوان قهرمانی، تیمی که خیلی تیم منسجمی درست کرده فرناندو سانتوس. البته هنوز ترکیب دقیقش شاید معلوم نباشه، ولی از نظر انسجام تیمی خیلی خوب بودن. پرتغال معمولا سنتشون اینه که با دو تا وینگر تو عرض بازی میکنن و حالا یه مهاجم وسطی که اونقدر گلزن نیست، ولی سانتوس کاملا این روش بازی که پرتغالی ها داشتن رو تغییر داد توی اون تورنمنت یورو 2016. نانی و رونالدو رو آورد وسط و دیگه از وینگر استفاده نکرد، به جاش یه بازیکن رو برد توی خط میانه تو وسط زمین رو پرتدادتر داشته باشن. الان ولی به جز رونالدو بازیکنهای تهاجمی خیلی خوبی دارن. دیوگو جوتا رو دارن که خیلی دیوگو جوتا توی لیورپول فصل خوبی داشت. ژائو فیلیکس رو دارن، برونو فرناندز که ستون یونایتد شده، و برناردو سیلوا هم که خیلی خوب بوده توی سیتی. به نظر میرسه که به احتمال زیاد یه 4-3-3 استفاده بکنه سانتوس. بخشیم فرناندو سانتوس احتمالاً ترکیبی که ترجیح بده استفاده کنه 4-3-3 است، که حالا فرناندوس رو بذاره توی خط میانی ولی یکم جلوتر، دیوگو جوتا از سمت چپ نفوذ بکنه، برناردو سیلوا از سمت راست به تو بزنه، و خب رونالدو هم که
اون خط وسط باشه. حالا به جز رونالدو یه امیدواری دیگه ای هم که دارم پرتغالیا اینه که آندره سیلوا رو دارم. 28 تا گل زده تو 32 بازی توی بوندسلیگا برای آینتراخت فرانکفورت. حالا بعد از مدت ها تیم ملی پرتغال و پرتغالی میتونن خوشحال باشن که این مهاجم هدف تمام عیار دارن. حالا البته رونالدو که کلا مهاجم تمام عیاری، ولی بعد از رونالدو هم میتونن امیدوار باشن که یه دونه مهاجم نوه شماره نوه درست حسابی دارن بعد از پاولتا. پرتغال همیشه بازیکن خط میانی خوبی داشته و الان هم همینطوره ترکیبشون، ولی توی خط دفاع هم دفاع خیلی خوبی رو دارن. روبن دیاز رو دارن که ستاره سیتی بود فصل قبل، کانسلو و گوررو رو دارن تو فولبک که هر دو فولبک های خیلی خوبی هن، و خب پپر رو هم دارن که با کوله باری از تجربه میاد و توی این ترکیب قرار میگیره. توی خط میانی هم روبن نوز و ژائو موتینیوی وولفز رو هم دارن، ولی خب خط دفاعی خیلی خوبی دارن، خط حمله خیلی خوبی دارن، خط میانیشون هم به نسبت خوبه. خیلی ترکیب با بالانس فوق‌العاده‌ای دارن و انسجام تیمیشون هم تحت هدایت فرناندو سانتوس خیلی خوب بود. خیلی ممنون که گوش دادین تا اینجای کار به این ویدیو و دیدین، نه تنها گوش دادین، همراهی کردین منو. بازم میگم اگه خوشتون اومد حتما لایک کنین، نظراتتون هم دقیق نکنین و بگین توی کامنت ها که فکر میکنین توی این گروه های دی تا اف چه تیمایی شانس صعود دارن. ممنون که با ما همراه بودین. تا یه ویدیو دیگه فعلا خداحافظ.